قرار است در عرفه سالگرد سیوم قبول قانون اساسی تاجیکستان در این جمهوری باز یک قانون او فسروسری قبول شود منابع پایگاه خبری بامداد در دایره های حکومت میگویند این قانون شاید علکه در اول ماه اکتبر سال 2024 غالبا روز پنجم اکتبر در زود روزی پرزیدنت امومالی رامون قبول شود تا که مابوسان اوف شده بتوانند از مابس ها رها یفته سالگرد سیوم قبول قانون اساسی را که 6 تجلیل می شود در وزودی در کنار نزدیکان خود جشن بگیرند. و گفته منابع بامداد و اداره های وزارت های مربوطه پیشنیاد خود را برای تر قانون اوف بررسی دارند. و گفته مصاحبان پایگاه خبری بامداد این قانون اوف را میتوان توان اوفی چلایی هم نامید. چون که به برخی حساب ها اوفی نو میتواند از پانزده تا بیس هزار نفر را فرو گیرد. قبول قانون اوف را بخصوص مبوسانه که در زندان های توجکستان حکم کنند онҳое ки парвандаҳояшон ҳанӯз дар дасти тафтиш ё баррасии додгоҳҳо қарор дорад ва ҳамин тавр наздикону пайвандони онҳо бесаброна мунтазиранд биноба иттилои дарёфти қонуни нави авф асосан онҳоеро фаро мегирад ки бо ҷиноятҳои сабук барои мисол бо ҷоми дуздиву авфбошӣ ё расонидани осеб ба саломатӣ ва ё барои садамаҳои нақлиётӣ ҳамчунин барои ҷиноятҳои сабуки иқтисодӣ محکوم به زندان شدند و یا تحت تفتیش و بوجوی قرار دارند فرا بگیرد اما اونهایی که برای جنایت های سنگین و برای جمع جمعه خطرناکند از جمله برای تجاوز به ناموس قاچاق مواد مخدر کشت و روح زنی موارد اوف قرار نخواهند گرفت همچنین مابوسانه که گرفتار بیماری سیل و دیگر بیماری های وزنینند و قریب همه مبوسان زن از زندان زنان جمهوری در نورک اوف می شوند منو به بامداد می گویند به احتمال غالب امسال شماره از آنهای رو که با اتهامات سیاسی سی روانه زندان شدند و یا تحت تفتیش و جستجو قرار دارند نیز می توانند آوف بکنند از جمله انتظار می رود که شماره از معدود شدگان در پرونده روشن که امسال آنها رو دو مرتبه به قفو پرتوفتند این دفعه می توانند اوزود شوند. پیشنیاد او شماره از اودگان دیگر بدخشان هم که در رابطه به اعتراض های, های اخیر زندانی شده بودند در دست بررسی قرار داشته است ولی منوبه بامداد می گویند لیدر غیر رسمی بدخشان و آن زودگان بدخشان که با جرم دست داشتند در جنات های وزنین زندانی شدند اوف نخواهند شد. همین طور منابع بامداد از اعتمال قوی اف شدن طرفداران مخالفین و آنهایی که برای یگان لای گذاشتن یا شرح نوشتن در سامونه ها و کنال های مخالفین محکوم شدند خبر می دهند ولی می رهبران و فعالان امده اپوزیسیا به خصوص رهبران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی مورد عفو قرار نمی گیرند. در مساله بخشیدن رهبران حزب نهضت و گروه 24 تا حال تصمیم سیاسی در سطح اولی گرفته نشده است تا چون این تصمیم گرفته نشود طبیعی است که تیاگران قانون اوف برای شامل کردن رهبران سیاسی اپوزیسیا بر روی خط افشاندگان جرأت نمی‌کنند گفت یکی از همسوبتان بم داد این منبع اوگو از جریان تحولات افزود که همین تف در مورد اف شخصیت‌های معروف چون وزیر سابق صنعت زید سیدوف، رئیس سابق شرکت توجه گاز و حزب دیمکرات محمد روزی اسکندروف یا همه حقوق مواجران ازد امون باید اول در سطح رابرت سیاسی جمهوری تصمیم گرفته شود اگر چون این تصمیم به دست بیاید او آنها اونها دو کرد است گفت این هم صحبت بوم داد بار آخرین قانون یافت در توجکستان سال 2021 به مناسبت سالگرد سیوم استقلال این جمهوری قبول شده تقریبا 18,000 نفر را فرو گرفته بود